سلام تماشابینانی عزیز، ذخیره نمودن محصولات خوراکه حداقل برای دو سال از سپاریش های است که رهبر دولت در پیامشان به مجلس عالی کشور و اهالی مملکت ارائه داشته بودند. این دستور نیز به اهالی جهت به مشکلات سپری نمودن فصل زمستان و دیگر پیامد و مشکلات اقتصادی زمان معاصر روانه گردیده است. البته با شنیدن ذخیره محصولات بیشتری از شهروندان اصول کنسروکنونی محصولات تر و تازه را می فهمند. این درست است، ولی دیگر نوع محصولات هم برای ذخیره کردن به خطر و با اعتماد و کالوریانوک می باشد. حالا جهت ذخیره درست محصولات و راه و اصول های به خطر و طولانی حفظ نمودن نوهای گوناگون آن هم صحبت می شویم با صاحب نظر زایروف، دیرکتور مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه. شما را خوش آمدید می گویم به برنامه و سرول می خواستیم به اهالی شهر دهید که کدام نوع محصولات برای ذخیره کردن قلای و با اعتماد است. بسیار درست قید کردید، چه خیلی که گفته گذاشتید. جناب عالی در تمام برآمدها، در تمام واخوری ها وابسته به سطح امروزه جهانی، وابسته به کمیافت و کمچین شدن محصولات آذوقه‌آوری، محصولات خوراکه که درک میکنند، دائم به مردم پیشنهاد میکنند که باید ما نه کمتر از دو سال برای محصولات ها باید که ذخیره کنیم. این بسیار یک تفسیر خوب است. چه خیلی که شما گفته گذاشتید، محصولات هایی که ذخیره کرده می شوند اساس محصولات هایی هستند که محصولات های تر و تازه، محصولات های سبزواتی، محصولات های گوشتی که مردم علاقه اینها رو می داند که برای کنسرو کنانی و ذخیره کردن یک مفید است. اما در سر اول من برای همین گفتنی هستم که عین زمان ما در مرحله قرار داریم که امروز مردم ما، مادران ما، خانمان ما برای ذخیره کردن محصولات های سبزواتی و پلیزی امروز شروع میکنند. این در فصل تابستان ما امروز قرار داریم. چه خیلی که میدونیم در جمهوری ما محصولات ها به حد زیاد هستند. در این جمله گفتنی هستم که پیش از آنه که اگر محصولات های کنسروگی رو که گپ زنیم، برای ذخیره نمودن محصولات های کنسروگی باید که اساس خود نفری که ذخیره میکند، یعنی کنسرو محصولات های کنسروگی آماده میکند نمودی خورش ها رو، باید که اول طرز و اصول و تکنولوژی تیار نمودن خود محصولات را داند. اگر پیش از آن که اگر ما طرز و اصول و تکنولوژی تیار کردن خود محصولات را که ندانیم، محصولات را ما ذخیره کرده نمیتوانیم. از روی آن که در اینجا به خطاگی ها که راه دادیم، محصولات ما علاقه در مهلت کوتاه ویران می شود. جناب عالی این را در نظر دارد که باید که ما محصولات های دانگی را یعنی که ذخیره کنیم در برابر محصولات های کنسروگی، باز محصولات های دانگی یعنی که محصولات های کشاورزی را در برابر این نه تنها محصولات های دانگی، باز محصولات های میوه‌جات را، میوه‌جات های خشک را از میوه‌جات و سبزیجات کشور ما بایست در برابر محصولات های کنسروگی دانگی، باز محصولات های میوه‌جات خشک را هم که با ذخیره کردن، بله تنها در اینجا انتخاب کردن در کار و شرایط مهیا کردن در کار برای نگهداری محصولات های دانگی و محصولات های خشکی میوه‌جاتی. بله درست قطع کردید و انامین دانگی ها هم ذخیره زیاد مینرال ها را دارند در خودشان. البته هر نوع محصولات راه و اصول ذخیره کردن خود را دارد. لطفا وابسته به تکنولوژی ذخیره کنی انامین محصولات ها کمی به اهالی اطلاع می دادید. اگر ما عاید فایدناکی یا ضررناکی این یا اون محصولات اگر حرف زنیم، ما باید ما فراموش نکنیم که محصولات های دانگی این بهتر است از محصولات های گوشتی. این محصولات های دانگی می توانند که محصولات های گوشتی و شیری را عوض کنند، چون که در ترکیب محصولات های دانگی ویتامین ها، میکرو المنت ها بسیار هستند. اما تنها در اینجا از طرف ما شهروندان چی لازم است؟ وقتی که ما به ذخیره محصولات دست می زنیم، باید که اول محصولات را ما دیده و دانسته محصولات خوب را انتخاب کنیم. در حالتی که اگر محصولات دانگی را هم گیریم، اگر در اینجا ما شرایط نگهداری آن را رعایت نکنیم، محصولات ما مثل محصولات های تز ویران شده ویران می شود. در اینجا نو گفتن امانت که هر یک محصولات تر و تازه، محصولات کنسرو شده، محصولات خشک، کدام یک محصولاتی که نباشد، برای آن یک شرایط
الهیده نگهداری یک شرایط خاصی دارد برای نگهداری از حساب نمناکی، از حساب حرارت، از حساب شعله های آفتاب. باید که محصولات در جای های انتخاب شده، در یعنی که زیر خانه ها میگم تک خانه ها، جای نگاه بینی که الهیده ای که پیش بینی شده است، باید که ذخیره کرده شود. امروز ما میبینیم که وابسته به ذخیره کنانی محصولات های خوراکی تر و تازه از طرف جناب عالی و صاحب کاران دستورها داده شده است که امروز ما میبینیم که در اکثر شهر و ناحیه ها یعنی که انبارهای نگهداری خنک‌کننده یخدان های کلان حجمی که در آنجا محصولات های تر و تازه را نگاهبین میکنند. در برابر این امروز که ما حرف میزنیم محصولات دانگی خشک هم چنین شرایط را طلب میکند. اگر امروز ما برای شهروندان گوییم که محصولات خشک را یعنی که نگاهبین کنند دانگی را، در اینجا پیش از همه باید که محصولات را انتخاب کنند، بعدن محصولات را خشک تازه کنند، بعدن در ظرف های علاهده ظرف های معین شده هست از حساب ظرف های امروز تنقیسی یکان شهروند به فکر من نمیکشد، چون که امروز امکانیت ها زیاد است، ظرف های نگاهداری هست، ظرف های پلاستیکی که برای نگاهداری این یا آن محصول پیش بینی شده است و هست صندوق های علاهیده که از محصولات های طبیعی یعنی که تخته و کردان های مخصوص ساخته شده است که محصولات را نگاه می‌دارد. تنها در اینجا اگر در یک حالتی که ما یکون دل خو محصولات دانگی را گیریم، بگذار لوبیا باشد یا که گندم باشد یا که این یا آن باشد، اگر ما محصولات را خشک نکنیم، تازه نکنیم، نگاه نداریم، در اینجا اگر در حالتی از طرف ما شهروندان به خطاگی راه دادن یعنی محصولات ما نمناک است بله. یا که یک قسمتش خشک نشده است، در آنجا وقتی که یک قسم محصولات نمناک باشد ما این را ذخیره کرده نمیتوانیم، چون که نمناکی باقی مانده محصولات ما را ویران میکند، علکه در یک مدت کوتاه محصولات ویران میشود. درست گفتید که هر یک نوع محصولات اصول ذخیره کنی خود را دارد بله. و چگونه که شهروندان مشاهده کردن حالت نگهداری هم فرق میکرده است، چه محصولات تر و تازه باشد و یا چه دانگی. بیشتر محصولات هایی هستند که در تاریکی باید نگاه داشت. وابسته به این چی پتانی هستید؟ بسیار درست خیلی کرده، چه خیلی که گفته گذاشتم هر یک نوع محصولات طرز و اصول و شرایط نگهداری طلبات های خود را دارد، سر کرده از محصولات تر و تازه تا محصولات های خشک. در نوبت اول باید که یگان محصولات زیر شعله های آفتاب نگاه داشته نشد، یکی در جایی که زیر آفتاب است شعله های آفتاب باید تاثیر میکند. در باید که در هر یک وابسته از امکانیت ها، امروز امکانیت ها بسیارتر در کجا هست، در دهات، در کشلاق جای ها، در ناحیه هایی که در آنجا اکثرا مردم دهات رو زندگی میکنند، در آنجا شرایط های نگهداری هست یعنی که وابسته به انبارهای نزد خانگی، در نزد خانه، در داخل شهر باشد وابسته به امکانیت هایی که شهروندان یک جای معین را یا که یک حجره معین را انتخاب میکنند برای نگهداری محصولات. هر یک محصولات باید که در جای علاهیده، در جایی که نمناکی زیاد نباشد، در آنجا شعله های آفتاب تاثیر نکنند و در آنجا حرارت گرمی زیاد نباشد، از 8 تا 10 12 حرارت گرادوس، برای نگهداری دل خواه محصولات غیر از محصولات های تیز ویران شونده، این محصولات هایی که به مدت دراز ذخیره کرده می شوند، این را من در نظر دارم، محصولات های تیز ویران شونده این مهلتشان کوتاه است و این شرایط یخدان را طلب می کند که در شرایط یخدان از 4 تا 6 درجه گرمی را، و محصولات هایی که هست ما ذخیره میکنیم، این روز حرف میزنیم برای ذخیره 2 سال نه کم از 1 تا 2 سال، این محصولات های اساسا محصولات های دانگی و کنسروگی می باشد. پیش از آن که ما در کدام یک ظرف انتخاب میکنیم، شهروندان ما همین رو به اینو باید گیرند که همان ظرفی که بگذار و قوطی باشد و یگان ظرف پلاستیکی باشد برای نگاه داشتن این یا آن محصولات، این ظرف پیش در چی استفاده میشد؟ پیش اگر ظرفی که امروز انتخاب کردن در آن یگان مواد شیمیایی ذخیره شده بود، یگان دارواری بود، برای دیگر کارهای ساحه کشاورزی پیش بینی شده بود، خوبترش از چنین ظرف دست کشند، ظرف های تازه، چه خیلی گفته داشتم اگر که خوبتر می شد در اینجا پیش ما همه ما می دانیم که در قشلاق در دهات ذخیره ها در دوره پیش هم بود، بمانند گندم، جب، نخود، لوبیا ذخیره می کردن در قوطی های از چوب ساخته شده بله. تختگی یعنی که این خوبتر و بهتر است و بخطر است، از حساب اکولوژی هم تازه هست. من این رو به کدام خاطر گفتم که هست حالت هایی که شهروندان ما دلخواه ظرف رو استفاده می برند که غیر
قابل قبول است، چون که هم به محصولات ما تاثیر میکند. شاید اگر در آنجا یکون ذره از همون خیمیکات یا که از همون دورواری یک زهر چیزی خارج که میکند از خودش وای از خود که مونده باشد محصولات ما را کل چیکار میکنه؟ بله. ضرر آور میکند. و در اینجا محصولات خشکم که باشد حرارت نگاهداری باید که در جای نمناکی نباشد، در روی زمین نباشد، در یک رف های علاهده در جای خوش زیر شله های آفتاب نباشد، در حالت تاثیر کردن نمناکی بلند شله های آفتاب. علاقه محصولات ما پیش از مهلتی که برای نگهداری معین شده است صفتناکی خود را گم میکند. اگر ضرر هم که نآورد از حساب میکرو المنت ها و ویتامین ها یعنی که کم میشود. بله. همین محصولات های دانگی را وابسته به درستی شرایطشان تا چند سال ما میتوانیم ذخیره نماییم؟ تمام شرایط ها را برای نگهداری محصولات خوراکی که دانگی ها محصولات خوش اجرا کنیم این سال های طولانی نگاه داشته می شود. تا دو سه سال شاید نگاه داشته می شود. البته اگر از طرف ما شهروندان شرایط مهیا کرده شود سال های طولانی نگاه داشته می شود. امروز ما می بینیم که شخصا من خود مشاهده کردم این را دیدم که در دولت های خارج در درهای دولت‌های خارجی هست جایهای علاهده برای نگاهداری تخمی هر یک محصولات دانگی که در آنجا از مدت 20 سال است که نگاه داشته می شوند. برای همین اگر با او 20 سال ما از درستی شرایط وابستگی بله، دارد وابسته. یعنی؟ برای ما که 20 سالش لازم نیست، اما به مدت یک سال دو سال باید هر یک شهروند یک ذخیره خود را داشته باشد. نه وابسته از آن که امروز ما در کدام شرایط قرار داریم، وابسته به برهان اقتصادی در سطح دولت، وابسته به شرایط اقلیم امروز که ما میبینیم که تمام در کره زمین امروز خشکسالی هست، در بعضی جای ها آبخیزی هست، مشکلاتی آذوقه‌واری در سطح جهان است. برای همین وابسته به همین مشاهده ها سرور دولت ما پیشنهاد کردند و به طلب کردند و خواهش کردند که مردم برای که در آینده یعنی که عذاب نکشند، شاید این به ما یگان نامعلوم است، برای همین ذخیره کنند. اگر در حالت درست ذخیره کردن تلخ و محصول اگر ما رعایت کنیم ما میتونیم که نه یک سال، مدت 5-6 تا 10 سال را نگاه کنیم. تنها شرایط مهیا کردن در کره در اینجا. نه همه درباره حفظ محصولات و قاعده های نگهداری آن معلومات دارند و همین است که کاربران ها از نادرست برآمدن کارشان شکایت میکنند. وابسته به رفع این حالت و پیشگیری از اسراف شوی همین دسترنجشان از جانب متخصصان مرکز در میان اهالی یگان کارهای فهماندهی گزارانده می شود. پیش از آن که ما با دل خواه کار دست میزنیم، یعنی که برای ذخیره کردن نمود محصولات کنسروگی یا تیار نمودن آن، باید ما به خود باوری داشته باشیم که از عهده تیار نمودن همین نمود خوریش کنسروگی میبراییم یا که نه. بله. باید در پیش خود یک مقصد گذاشیم که از همین ذخیره کردن از روند تکنولوژی تیار نمودن همین همان شخص آگاه هست یا که نه. ما باید که از روی نامگوی از روی رецепتور یکی پیش بینی شده است، یعنی که برای دل خواه محصولات کنسروگی تیار نمودن باید ما آگاهی داشته باشیم. در حالتی که ما برای تیار نمودن این یا آن محصولات کنسروگی آماده نیستیم نمیدانیم، باید که ما دست نزنیم. پیش وظیفه اساسی رو به ضررگردانی یعنی که تمیزگردانی خود همون تجهیزات هایی که ما استفاده میبریم در همون شرایطی که جایی که ما تیار میکنیم سر کرده از میز کاری تختچه کارچه طرز تمیزگرداندن ظرف ها دمپوشک چه خیلی که ظرف های شیشگی، بعدن باید که ما انتخاب محصولاتی به خطر و به ضرر را در وقتی که محصولات رو ما دسترس میکنیم باید که ما بینیم که محصولات ما علتناک نباشد. محصولات رو ما چقدر تازه باید که شسته و به ضرر گردانیم، بعدن باید که با تیار کنیم، یعنی که شروع کنیم. در حالتی که اگر شهروندان ما ذخیره کردن در یک مدت معین یعنی که طلبات های نگاهداری را رعایت کردند، در شرایط خانه حرارت را نگاه داشتند، اما محصولات او پیش از همون مهلت یعنی که یک ساله یا که 6 ماه میبینند که محصولاتشان ویران شده است، یا که دل خود ظرف محصولات ذخیره کرده را میگیرند که میبینند که به چشم عادی یعنی که نمودی همان ظرف ما حالت ظاهری هم تغییر می‌کند. بله، در دل خود حالت ها وقتی که محصولات
الکه خطرناک حساب داده می شود در حالتی که نمود ظاهریش ویران شده است، یعنی که دهن پوشی یا که بابرون ورم کرده است یا که بدارو رفته است یا که همون از نمود ظاهری نگاه کنین همون ظرف ما یعنی خورش داخل همون آبش خیره شده است یا که در وقت کشاده شدن ما میبینیم که از داخل همون ظرفی که ما کشادیم بوی یگان بوی نافارم یعنی که منسوب به محصولات ما نیست میبرد یا که به مانند فشار یعنی که گازدار برین میبرد در این حالت ها در این حالت ها محصولات چشیدن لازم نیست این محصولات را حتما نیست کردن در کار چون که این علکه محصولات سیرایت یافته هست نه همه وقت از نمود ظاهری دیدن ممکن است شهروندان ما علکه میدانند این در تمام جهان این بیماری سیرایتی موه اساسا خفنوک مشاهده کرده می شود این اساسا در جمهوری تاجیکستان هم دیده می شود این رو بیماری سیرایتی خفنوک باتولیزم می نامند در کدام حالت می افتد در حالتی که ما قاعده های عادی ترین سانیتاری بهداشتی را ارائه نمی کنیم در روند تیار نمودن وقتی که یک سپور درون ظرف همون خورش ما میافتد و افزایش میواد در درون داخلی خود همون ظرف ما و در جای به هوا میسبزد افزایش میابد و میتواند که نمود ظاهری محصول را تماما تغییر ندهد دیگرگون نکند اما ما حالت میبینیم که نمود ظاهری ظرف خورش یگان تغییراتی ندارد برای همین دلخواه محصولات کنسرو شده را پیش از استفاده بردن در مدتی از 5 تا 10 دقیقه در حرارت 120 گرادوس یعنی یک مرتبه دیگر گرم کنم بعدن استعمال کنم این به خطر است درست قید کردید وابسته به همین بیماری باتولیزم کم شرح میدادید در ارگانیسم آدم چی رخ میدهد من همین رو گفتنی هستم که شخص در حالت هایی که در خود دل خود علامت های ناحالی رو حس میکند حتما به دکتر مراجعه کند فرقیت بیماری سیرویتی یعنی که زهرالودشوی از باتولیزم در دیگر نمود بیماری های زهرالودشوی از اون فرقیت دارد که سیستم عصب رو اول فلج میکند همون سپور باتولینی که در جای به هوا افزایش میابد این به یک نمود زهر مبدل میشود ما علاقه میدانیم که زهر این چه تست تاثیر است مشک های بدن رو فلج میکند فلج شوی مشک ها که در اینجا به وجود میآید ارگانیسم یعنی که فعالیت کردن خود را گم میکند اینجا با سوال میاد که تا آمدن یاری تجهیلی یا که با دکتر رفتن چی کار باید کرد ما هر چی زودتر آب نوشیم یا که همین ارگانیسم خود را یعنی معده خود را از خوراکی که ما استعمال کردیم باید ما خالی کنیم یعنی که با قید کنیم ما خود را باید مجبور کنیم در بیشتر موارد ها هنگام زهرالودشوی ارگانیسم از محصولات های شیری استفاده می برند یا که کفیر باشد چه خود باشد از همه خوبترش حاضر در هر یک خاندان من فکر میکنم که آب جوشانیده بسیار است همون پرمنگت کلی میگه مرگن صافکه به زبان عادی اگر همون باشد یک ذره که همون آبی که ما می نوشیم کمتر رنگی همون رو خیره کند یعنی که تیرگی آن رو بشتر کند ما زیاده از 2-3 لیتر تو امکانیتی داریم همون رو نوشیم برای ما خوبتر و بهتر می شود که چون که برای ما حالتی لازم است که باید که ما قید کنی رو با وجود داریم هرچی که میده ما خالی شود همون قدر تاثیری میکروب میکرارگانیزم و باکتری یا که سپورای باتولینی که از وجودی ما باروید این همون قدر خوبتر می شود و با دکتری حتما با دکتر مراجعه کردن در کار در آنجا دکتر انتباهاتی صرف نظر باز کار خود را پیش می برند بله این کارهایی که شما گفتید این عمل ها باید تا آمده رسیدن دکتر رعایت کرده شود درست قید کردید بغیر از این با چی توصیه ها دارید برای اهالی یک چیز دیگر که همون محصولات هایی که باقی مانده ای که میمانند ماندگی یعنی که ماند استعمال نکنند و آنها را نپرتویند تا آمدن دکترهای بهداشتی سانیتری اپیدمیولوژی چون که در روند اگر در حالت یک شخص مراجعه میکند که زهرالود شده است از این یا از استعمال محصولات اگر در حالت همون محصولات مانده باشد برای معین نمودن وضع بیماری این برای ما یک آسانی هم یک مشکلات رو از بین میبرد در وقتی بله در وقتی گذراندن آزمایش معین میکنند که همین محصولات سیرایت یافته بود یا که سیرایت یافته نبود توصیه به شهروندان تمیر گفتنی هستم که پیش از همه سلامتی هر یک انسان در دست خود انسان است سلامتی جامعه سلامتی دولت سلامتی ملت این بایگری دولت است برای همین باید که ما اولا کوشش کنیم که در وقتی
انتخاب نمودن ذخیره محصولات های کنسروگی محصولات های دانگی باید ما معلومات داشته باشیم و از روی طلبات ها رعایت کنیم در حالت هایی که میبینیم که محصولات های در وقت خریداری نمودن محصولات هایی که یگان نویشتجات ندارند مهلت استحصالی مهلت استعمالی شرایط نگهداری در آن یگان نویشتجات وجود ندارد از دل خواه جا باشد باید ما خریداری نکنیم کوشش کنیم که اگر خریداری این یا آن محصولات را کنیم از مرکزهای سودا از مغازه ها از جایهای دسترس کنیم که در آنجا شرایط عادی ترین یعنی که رعایت می شود و این محصولات ها محصولات های استحصال کارخانه های صنعتی می باشند چون که در کارخانه های صنعتی در آنجا طلبات ها رعایت می شود تشکر می گویم به شما برای اشتراک در برنامه و توصیه های مفید و سری وقتی به اهالی کشور تماشابیان عزیز یادرس می شویم که هم صحبت ما بودند صاحب نظر ظاهیروف دایرکتور مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با دانستن قاعده های ذخیره کنی محصولات کدبانو ها نه تنها روی میز خش را در تمام فصل پرفیض نگاه می دارند بلکه نقش خود را در حفظ بودجه آیله خش می رسونند رعایت قانون و قاعده و اجرایش درست و پی در پی تکنولوژی ذخیره کنی محصولات از روندهایی است که محصولات را هم طولانی و هم به خطر حفظ می نماید صرف نظر کردن یکی از این تکنولوژی ذخیره کنی می تواند محصولات را پیش از مهلت خطرناک گرداند از این رو بانوانی که برای فصل زمستان و سالهای آینده محصولات ذخیره می کنند باید از قاعده های درست ذخیره کنی و نگهداری محصولات باخبر باشند در حالت غیر به این کارها دست نزنند و سلامتی خود و نزدیکان را در خطر نگذارند اینجا برنامه صحبت روز انجام می‌یابد تا برنامه‌های نوبتی